با هم نگاهی داریم به عناوین تعدادی از روزنامه‌های صبح ایران در کیوسک امروز از فرانیوز. با ما همراه باشید. %90 مرجان‌ها در جزیره خارگ نابود شدند. کمبود آب در استان فارس. وقتی آب نیست چه اصراری برای خودکفایی گندم داریم. بلیط هواپیما نایاب شد. خشک شدن نیمی از چشمه‌های عشایری گچساران. تا 2 ماه آینده دیگر آبی در سیستان وجود ندارد. در ادامه نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور. نابودی 90% مرجان‌ها در خارگ. سفید شدگی و از بین رفتن بیش از 90% اجتماعات مرجانی در جزیره خارگ و جزیره خارگ زنگ خطری برای محیط زیست این جزایر محسوب میشه. جزایر خارگ و خارگ یکی از منحصر به فردترین زیست بوم‌های آبی دنیا رو در خود جای دادن که به آبسنگ‌های مرجانی معروفن. آبسنگ‌های مرجانی خلیج فارس با بیش از 200 میلیون سال قدمت متنوع‌ترین و غنی‌ترین زیست بوم‌های دریایی محسوب میشن. بخشدار ویژه خارگ میگه به دلایل تغییرات اقلیمی مثل افزایش بیش از حد درجه حرارت آب، به خصوص در سال 95 تا الان شاهد سفید شدگی و از بین رفتن بیش از 90% اجتماعات مرجانی جزایر خارگ و خارگو هستیم. وقتی آب نیست چه اصراری برای خودکفایی گندم داریم؟ سالها پیش وقتی رکورد تولید گندم به نام فارس در کشور ثبت می‌شد، کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد این استان با برداشت‌های بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی استان رتبه نخست فرونشست زمین در جهان را هم از آن خود کند. عزت‌الله رئیسی، پدر علم آبشناسی ایران، می‌گوید استان فارس دارای یک مقدار آب معین است که اگر کشت گندم زیاد شود، باید در مقابلش از کشت دیگر محصولات کاسته شود و در بعضی از زمانها هم ناچار به واردات محصولات دانه‌های روغنی خواهیم شد. در حال حاضر باید میزان برداشت آب با بارش‌ها ارتباط مناسبی داشته باشد که عملیاتی شدن این امر با اقداماتی مانند نصب کنتورهای هوشمند و مسدود شدن چاه‌های غیر مجاز انجام می‌شود. اما متأسفانه برخی از افراد به محض مسدود شدن چاه‌های خود اقدام به حفر چاه دیگری می‌کنند. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس میگه میانگین عملکرد مزارع دیم این استان در سال گذشته 300 کیلوگرم به ازای هر 1 هکتار بود. امسال به 1500 کیلوگرم در هر هکتار رسیدیم که معادل با 5 برابر سال گذشته است. طبق آمار مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، در دوره 10 ساله منتهی به خرداد 1402 بیش از 48% استان فارس درگیر خشکسالی شدید بوده و بیش از 34% در خشکسالی متوسط به سر می برده. بلیط هواپیما نایاب شد. بلیط هواپیما به ویژه در پروازهای داخلی نایاب شده. اکنون فقط در برخی خطوط هوایی پرواز وجود داره که اون هم به شکل محدود و با قیمت‌های 2.5 برابری نسبت به 10 روز آینده هست. برای مثال در مسیر پرواز تهران اصفهان فقط چند صندلی محدود برای 3 شنبه به قیمت 2.500.000 تومان باقی مونده. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگه نیاز صنعت هوایی ایران با توجه به تعداد فرودگاه و اقلیم و جمعیت 80 میلیونی 550 فروند هواپیما برای پروازهای کوتاه برد، میان برد و بلند برد. اما امروز حدود 180 فروند هواپیمای عملیاتی در کشور وجود دارد. او همچنین از زمینگیری 330 فروند هواپیما خبر داد و گفت حدود 68 فروند هواپیماها کمتر از 10 سال و 39 فروند بین 2 تا 5 سال عمر دارند که زمینگیر شدند. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند
کمبود در ناوگان منجر به افزایش قیمت بلیت هواپیما و تأخیر در انجام پروازها شده. خشک شدن نیمی از چشمه‌های عشایری گچساران. رئیس اداره امور عشایر گچساران در این خصوص میگه بیش از 40 دهنه چشمه در مناطق عشایری این شهرستان وجود داره که نیمی از اونها تا الان خشک شدن. تداوم خشکسالی موجب شده چشمه‌های مناطق عشایری کم آب و یا خشک بشن و آتش آبی منطقه روز به روز افزایش پیدا کنه. 4 تانکر آبرسانی سیار در گچساران وجود داره که همگی دارای عمر بالای 15 سال و فرسوده هستند. تأمین و تکمیل ناوگان آبرسانی به مناطق عشایر این شهرستان هم نیازمند اعتبارات جدیده. بیش از 2000 خانوار عشایری با جمعیتی بیش از 12000 نفر در مناطق عشایری گچساران و باشت سکونت دارند. به گفته او 100 منبع ذخیره آب برای مناطق عشایری این شهرستان نیازه. حالا باید ببینیم که هزینه اختصاص یافته برای تأمین آب این مناطق دقیقاً در کجا و به چه صورتی هزینه میشه. تا 2 ماه آینده دیگر آبی در سیستان وجود ندارد. نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا 2 ماه آینده وضعیت آب در سیستان بحرانیه گفت تا الان هیچ گونه رهاسازی آب از سوی افغانستان صورت نگرفته. به گفته او در مرحله برداشت آب از آبخان تهلاب پیش بینی شده که تا 3 سال آینده 50 میلیون متر مکعب در سال از این آبخان برای شرب حوضه سیستان و بخشی از منطقه زاهدان استفاده بشه. اون تأکید کرد تهلاب یک منبع آبی مشترکه که اگر ایران استفاده نکنه پاکستان ازش برداشت میکنه. در حال حاضر سالانه 30 میلیون متر مکعب آب از مخزن تهلاب به دلیل وجود شیب روانه پاکستان میشه و این کشور هم با حفاری‌هایی که انجام داده آب رو مورد بهره برداری خودش قرار داده، در حالی که ما هیچ استفاده‌ای از این آبخان نکردیم. رسیدیم به پایان بخش مرور بر روزنامه‌های صبح امروز در کیوسک فرانیوز. سپاسگزارم که تا الان با ما همراه بودین. در یوتیوب فرانیوز و سایر شبکه‌های اجتماعی از رسانه خودتون پشتیبانی کنید. برای دیدن مطالب کامل‌تر کیوسک امروز میتونین به وبسایت فرانیوز مراجعه کنید و مطالب کامل‌تر رو اونجا بخونید. فرانیوز، نیاز امروز.